الرحمن الرحیم. گرانو هیوادوالو، خویندو اورونو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گرانو هیوادوالو، ایله لرم هر زایی که چیستی دی کرونا ویروس لشر چخه پا امان اوسی. پا پیل که لطولو حق و روختیایی کار کونگو چخه چی کرونا ویروس سره دی مبارزه پا لومری کرخه که زموگ دی هیوادوالو دی روختیا او خوندی توب لپاره شپاور از حلیزالی کوی دزلی لکومی منه نکوم. موگ طول دی روختیایی کار کونکو دی دغو ارزختناکو او ایاتی خدمتونو قدردانی کوو او دی دوی دی معزز و کورنی منن دویو چه دغا سی وطن پال اولادونه روزلی او پا دغا اساس وقت که دی هیوادوالو دی خدمت او خوندی توب مهم انسانی او اسلامی دنده تا گماری لیدی. هیله ده چه طول هیوادوال دی دغو سیهی کار کونکو دی روختیایی لارخونو پا عملی کولو سره دوی تا خپل درناوی پرزایی کری. پوسنی وقت که دی کرونا ویروس دی خپری دو مخنیوی یا تر طولو اغیزناک لار داده چه ها روختیایی سپارختونو تا چه در اصنه یور لاره او در روختیایی کارکون کل لوره بیانیگی پاملرنه وکره او پا کرونو که پاتشه. زموگ پا گدون دی نلی اکثریت خلق سخت ورزی تیروی خو باید ناهیل نشو. موگ طول حد سکو چه پا دی دول سخت ورزو که دی او بلترچنگ شتستونزو تا رسیدگی وکرو. خواهران و برادران، دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر کم ساختن فقر و تنگ دستی که آفت کرونا دوچار کشور ما ساخته است اقدامات مشخص را انجام داده و تدابیر اساسی بیشتر را قرار است انجام دهد. تدابیر را که روی دست داریم عمدتا روی خدمت رسانی و فقیرترین های جامعه ما متمرکز است. قرار است و زودی از طریق نانوایی های شهر، مساجد در ولسوالی ها، شوراهای انکشافی دهات و دیگر نهادها توزیع نان، مواد خوراکی و دیگر نیازمندی های ابتدایی و اساسی قشر آسیب پذیر را فراهم سازیم. در این حال چند پروژه بزرگ زود ثمر دیگری که تعداد زیاد از هموطنان ما استخدام و برعایت فاصله بین افراد مشغول کار خواهد شد انشالله آغاز می گردد. مشخصات و جزئیات بیشتر این پروژه ها و برنامه ها را با ذکر منابع تمویل اعم از ظرفیت های داخلی و خارجی آن در روزهای آینده ارائه خواهم داد. ویروس کرونا آفت آنی و غافل کننده است که ما هیچ نوع آمادگی از قبل برای مبارزه با آن نداشتیم. این آفت اکثر کشورهای دنیا را سراسیمه ساخته است. با آن هم ما از اولین روزها این آفت را جدی گرفته و با فضل خداوند تا امروز تعداد جان باختگان در کشور ما در مقایسه با ممالک دیگر کمتر است. تلاش ما این است که با تدابیر واقعی و بنیادی این حالت را حفظ کرده و از رفتن به مرحله سوم یعنی فلاکت جلوگیری نماییم. در این راستا به همکاری فرد فرد شما نیاز داریم. زموگ حدس داده چه پا واقعی او بنسطیز تدبیر دغه حالت وساتو او درم مرحله یعنی فلاکت تا دتل مخنیوی وکرو. ستاسو ده هر فرد مرست تا التیا لرو. د افغانستان له سوداګرو او تمویل کوونکو څخه مننه کوم چې د زړه له تله بی وزلو سره مرسته کړې ده. له خصوصي متشبسینو خصوصي سکتور څخه د قیمتونو د ساتنې د اسانتیا او رامنځته کولو او په مختلفو ښارونو کې د زرګونو کسانو لپاره د څارنې د زړورې او بې درېغه همکاري مننه کوم. موږ یو ملت یو او په ګډه به دغه درد انشاءالله تعالی در مرنکو. تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان. روغ او جوړ اوسئ.